یکی از بزرگترین مشکلات توی خرید عطر قطعا اینه که شما نمیتونی اینو همراه خودتون به مسافرت و محل کار ببرین. توی این پست آموزشی قراره بهتون یاد بدیم چجوری با یه سرنگ خیلی ساده توی خونتون اونو تبدیل به شیشه های کوچیک دکانت کنیم و اینجوری میتونین هم همراهتون به سفر این شیشه ها رو ببرین، هم به کسی که دوستش دارین از عطرتون هدیه بدین. پس این پست جذاب و آموزشی رو برای دوستان عطربازتون بفرستین. Welcome back دوستان، خوش اومدین. این اولین پست فکر میکنم آموزشی، یه جورایی میشه گفت آموزشیه، چون میخوام یه چیزی بهتون یاد بدیم. من خودم مطمئن نبودم، یعنی یه جایی توی پیج خارجی دیدم اینو ولی مطمئن نبودم، اومدم یه سری از برندها رو تست دادم که مطمئن شم. و لطفاً ما مثال، من همیشه به شوخی میگم تو خونه ما چاقو آشپزخونه داریم، یکی میتونه بره باش بانک بزنه، یکی میتونه باش آشپزی کنه، بشه بوراک، بشه نمیدونم، بشه نصرت. حالا داستان اینه، لطفاً شما از این چیزی که میخوام بهتون یاد بدم براش اشتباه نکنید، براش مثبت کنید. چرا؟ چون یه خانومی یه اتکلون کوکو چنل اورجینال داره، اینو نمیتونه ببره محل کار، نمیتونه ببره سفر کاری، خطرناکه بخواد همراه کنه با خودش. خب چجوری میشه که بتونه اونو داخل یه شیشه خیلی کوچیکتر داشته باشه و بتونه همراه خودش ببره؟ این خیلی نکته مثبت و عالیه. چرا؟ چون دیگه از این به بعد شما میتونی یه عطر 100 میلی رو بخرین با خواهرتون نصف کنین. یه عطر 100 میلی، کسایی که دوست دارن اون مثلا یه عطر تست کنن ولی دلشون رو میزنه و تنوع طلبن، میتونن این کاری که من بهشون میگم انجام بدن. ببینین چقدر نکات مثبت تری وجود داره و اون نکات منفی رو لطفاً، چون بعضی از دوستان من میدونم الان میام میگن خب دیگه، خوب رای کلاهبرداری یاد دادی، از فردا میام میرن شیشه اورجینال رو خالی میکنن، جاش فیک پر میکنن، اون اسانس رو خالی میکنن. شما هر راهی هم بذاری اون دوست عزیز کلاهبردار راهش رو پیدا میکنه. پس ما این پست رو داریم مثبت میسازیم برای سری از دوستان. خب چی نیاز داریم؟ یه شیشه عطر خودتون رو نیاز دارین، یه شیشه کوچولوتر، حالا تو حجمای 10 15 20 30 100 دست خودتونه، و یه سرنگ با حجم 20. ولی خب فکر میکنم بزرگتر هم باشه مهم نیست. چرا؟ چون این دهنش باید سوار بشه روی پمپ ها و ما از قبل یه ذره با فندک اینو داغش کردیم، بلافاصله گذاشتیم رو اون دهنه، اون قسمت پمپ خروجیش، که به اندازه اون باز بشه. حالا در ادامه اینو از نزدیک ما میگیریم و بهتون نشون میدیم که چجوری میشه از توی یک شیشه عطرتون عطر رو برداریم بدون اینکه هیچ مشکلی ایجاد بشه، شکسته بشه، خراب بشه و اتفاق خاصی بیفته، و فقط با یه سرنگ اونو بتونیم به اندازه‌ای که نیاز داریم بریزیم توی این. و خب میتونین جای دیگه‌مون استفاده کنیم، مثلا توی خوشبوکننده می‌خوام بریزین، توی ماشین می‌خوام، توی قسمت خوشبوکننده ماشینتون بریزین، خیلی کارهای دیگه انجام میدیم. پس میریم و میایم و این آزمایشو انجام میدیم. خب دوستان، ما اینجا یه دونه شیشه یانی داریم، اومدیم 120 میل کرید انتخاب کردیم، چون حجم پمپای 120 میل 18 سایز پمپش، ولی 100 میله های شیشه های معمولی سایزشون 15. گفتیم رو 3 تا پمپ ما اینا رو تست کنیم. خب میریم سراغ شیشه کوکو چنل، حتما شیشه 10 میل داشته باشیم که بلافاصله اینو انتقال بدین. ما میام اینو بازش میکنیم، اینو بازش میکنیم. خب امیدواریم که این اتفاق اینجا بیفته و ما چیز نشه. اینو دوستان ببینید، این یه فشار بعد بدیم، این فشار رو بعد بدیم، فشار میدونه خیلی آروم. ببینین بله، همینطور که میبینین آخش. خب دوباره باز یه ذره فشار میدیم، آروم میایم. بله همینطور که میبینین این اتفاق داره اینجا میفته. خب بعد ما میتونیم اینو بیاییم مثلا توی شیشه 10 میلمون بریزیم مثلا. خب ببینین این داخل شیشه 10 میل میریزیم و الان ما یه دونه 10 میل داریم و یه دونه کوکو چنل. اینجا هم تستشو میزنیم، میبینیم که بله خیلی راحت داره اتفاق میفته. خب این از کوکو چنل که دیدیم اوکی، هم هیچ مشکلی هم نداره. خب روی شیشه کرید سیلور مانتین، چون سایزش دوستان ببینین، چون من گفتم این بزرگتر، ببینین اینا 16، اینا 15، اینا 18. میخوام روی سایز 18 امتحان کنیم، این دوستانی که کرید دارن اونم میتونن این کار انجام بدن یا نه. حالا ما باید سرنگ رو درست تمیز کنیم، ولی خب دیگه چون الان نداریم
چاره‌ای نیست. باز همون فشار نهایی رو میدیم، بعد شروع میکنیم به بله اینم میاد، ولی خب فکر میکنم به خاطر سایز پمپی که هست یه مقداری سخت‌تر داره اتفاق میفته، ولی خب ما داریم بازم همچنان این داستانو، و فکر میکنم به خاطر داستان دیگه هم باشه. حالا چون رینگ این یه مقدار بزرگتره اجازه نمیده که ما بیشتر بتونیم فشار بدیم و بیشتر بتونیم اسانسو بکشیم از داخلش. ولی خب بازم داره اتفاق میفته. ببینید دوستان، اینجا ما الان بازم تونستیم به اندازه مثلا 2 میلی 3 میلی بگیریم. خب شما اینو بارها بارها میتونی ادامه بدی و داخل یه شیشه اینجوری بریزی تا بتونی همراه داشته باشی. در نهایت سراغ شیشه های خود یانی هم میریم، گفتیم شیشه های خودمون هم امتحان کنیم برای سری از دوستانی که میگن که شیشه های خودتون هم سایزه کوچیک نداره. حالا در سری سایزه داریم، سری سایزه نداریم، فقط یه تفاوتی بین این دوستانه. تو میبینید همینطور که میدونید کارهای یانی 35 تا 55 درصد تو بعضی محصولاتش، یعنی خب غلظتش بالاتر پرفیومه. توی این محصولات شما ادو پرفیوم دارین استفاده می‌کنین، 18 تا 20 درصد، یعنی مقدار الکل این دوتا بیشتر. حالا ما اینم تست کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته برای خود محصول یانی. خب بازم همون اتفاق میفته و بله اینجا هم اوکی، شما میتونین از پمپ‌های خود یانی هم استفاده کنین. همینطوری که می‌بینین توی این هم این اتفاق داره میفته. گفتم دوستان جنبه مثبتش رو لطفاً استفاده کنین بیشتر برای این داستانی که همراه داشته باشین، یا بخواین به دوستاتون هدیه بدین. خب دوستان، همینطور که دیدین این اتفاق افتاد و لطفاً من خواهش میکنم ازتون تو جنبه مثبت اینو استفاده کنین. مثلا من یه عطری دارم، دوستم خیلی اونو دوست داره، میخوام بهش هدیه بدم، ولی خب از اونجا که قیمتش بالاست یه مقدار سخته که من این کار انجام بدم. توی شیشه کوچیکتر عطر خودم رو اینجوری براش میریزم به صورت دستریز و بهش هدیه میدم. اینجا چند تا اتفاق مثبت میفته. یک، شما میتونید عطرتون رو به صورت همراه اینجوری توی شیشه کوچیکتر داشته باشین، مسافرت، جایی میخواین برین، محل کار میخواین داشته باشین، عطرتون رو داشته باشین. یه اتفاق مثبت. دومین موضوع اینه که شما میخواین با یه دوستتون این عطر رو نصف کنین، با خواهرتون نصف کنین و نمیتونین عطر 100 میل نصف کنین، نمیتونین یعنی یه جوری برچش بزنین، چیکار باید بکنین؟ باز هم از این دستور میتونین استفاده کنین. مرحله بعدی اینه که گفتم بهتون مثلا یه فروشگاهی اینو داره و میخواد بفروشه، 100 میل نمیتونه بفروشه و میاد این اتفاق دوباره میفته اینجا. و اون موضوع آخرم خیلی موضوع جذابیه، اگر کسی رو دارین که خیلی دوستش دارین، دوستتونه، عطرتونو دوست داره و شما نمیتونین، قدرت اینو ندارین که عطر رو بخواید به اون هدیه بدین با حجم بالاتر، میتونه به صورت دکانت بهش هدیه بدین. و اگر دوست دارین یه عطری از خودتونو به کسی که دوستش دارین بدین که همیشه بوی شما همراهش باشه، به نظر من این بهترین آیتمه. مرسی که تا آخر این ویدیو آموزشی همراه من بودین. مثل همیشه من حمایت کنین، به دوستان خودتون معرفی کنین و همینطور که همه میدونن عطر بازا همه عطر یانی رو میشناسن.